رومیان فصل دوم. و اما ای آدمی، تو کیستی که درباره دیگران قضاوت میکنی؟ هر کی باشی هیچ گونه عذری نداری، زیرا وقتی تو دیگران را ملامت میکنی و در عین حال همان کاری را که آنها انجام میدهند انجام میدهی، خودت را ملامت میکنی. ما میدانیم وقتی خدا اشخاصی را که چنین اعمال میکنند ملامت میکند، حق دارد. آیا تو گمان میکنی که با ملامت کردن دیگران از جزا فرار خواهی کرد، در حالی که همان کارها را انجام میدهی؟ آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز میشماری؟ مگر نمیدانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه رهنمایی فرماید؟ با سخت دلی و بیعلاقگی خود نسبت به توبه، عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شدیدتر می سازی. زیرا خدا به هر کس بر حسب اعمالی که کرده است اجر یا جزا خواهد داد. بعضی مردم نیکی را دنبال می کنند و در جستجوی عزت و شرف و زندگی فنا ناپذیر هستند. به آنان خدا زندگی ابدی خواهد داد. بعضی مردم خودخواه هستند و حقیقت را رد می کنند و به دنبال ناراستی می روند. آنها مورد خشم و غضب خدا قرار می گیرند. برای همه آدمیانی که بدی را به جا می آورند، مصیبت و پریشانی خواهد بود. اول برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان. اما خدا به کسانی که نیکوکاری نمایند، عزت و شرف و سلامتی خواهد بخشید. اول به یهودیان و سپس به غیر یهودیان. زیرا نزد خدا طرفداری نیست. همه آنانی که بدون داشتن شریعت موسی گناه می کنند، بدون شریعت هلاک می شوند. و همه آنانی که زیر شریعت هستند و گناه می کنند، با وسیله شریعت بازخواست می شوند. زیرا تنها شنیدن احکام شریعت هیچ کس را در حضور خدا عادل نمی سازد، بلکه عمل کنندگان شریعتند که عادل شمرده می شوند. هرگاه غیر یهودیان که دارای شریعت نیستند احکام شریعت را طبیعتاً انجام می دهند، معلوم است که شریعت آنان خودشانند. با وجود این که شریعت کتبی ندارند، رفتارشان نشان می دهد که مقررات شریعت در قلبهایشان نوشته شده و وجدانهای ایشان نیز درستی این را تأیید می کند. زیرا افکارشان یا آنها را ملامت می کند و یا از آنها دفاع می نماید. مطابق بشارتی که من می دهم، در روزی که خدا به وسیله عیسی مسیح همه افکار پنهانی دلهای آدمیان را داوری می کند، این کار انجام خواهد گرفت. اما اگر تو خود را یهودی می نامی و بشریت پابند هستی و از این که خدا را می شناسی و خود فخر می کنی و اراده او را می دانی و به سبب این که در شریعت تربیت شده ای، چیزهای عالی را برتر می دانی و خاطر جمع هستی که راهنمای قرآن و نور ساکنان تاریکی و استاد نادانان و معلم کودکان می باشی و صاحب شریعتی هستی که مظهر معرفت و حقیقت است، پس تو که دیگران را تعلیم می دهی، چرا خود را تعلیم نمی دهی؟ تو که موعظه می کنی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که می گویی زنا نکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو که از بت‌ها نفرت داری، آیا معبدها را غارت نمی کنی؟ تو که به شریعت فخر می کنی، آیا با شکستن شریعت نسبت به خدا بی حرمتی نمی کنی، چنان که نوشته شده است؟ به سبب شما مردمان غیر یهود
نام خدا را به حرمت می سازند. چنانچه از شریعت اطاعت کنی، سنت تو ارزش دارد. اما اگر از شریعت سرپیچی نمایی، مثل این است که اصلا سنت نشده ای. اگر یک غیر یهود که سنت نشده است، از احکام شریعت اطاعت نماید، آیا خدا او را سنت شده به حساب نخواهد آورد؟ و شخصی که جسمن سنت نشده است ولی احکام شریعت را انجام می دهد، تو را که با وجود داشتن کتاب و نشانه سنت از شریعت تجاوز می کنی، ملامت خواهد ساخت. زیرا یهود حقیقی کسی نیست که ظاهراً یهود باشد و سنت واقعی تنها یک عمل جسمانی نیست، بلکه یهودی واقعی شخصی است که از باطن یهودی باشد، یعنی قلبش سنت شده باشد و این نیست کار روح خداست، نه کار شریعت مکتوب. ستایش چنین شخص از خدا است، نه از انسان.